خب ما دقایقی این بازی جهانی رو متوقف میکنم تا دیدنش رو و میریم ویدیو خودمون رو ضبط کنیم. سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با قسمت 81 از سری آموزشی بازی لیگ آف لژندز و این بار با این کاراکتر گریوز. میگم و این گریوز رو خاطر اینکه به نظر من یکی از به درد نخورترین جنگلر هست. قبلا نقش ADC داشت، حالا جنگلرش کردن. من تا الان گریوز به درد بخور ندیدم، یعنی مگه اینکه شانس بیارید مثلا حریفش خیلی ضعیف باشه، یعنی من ندیدم گریوز خوب بازی کنه، یعنی چیز خاصی هم نداره بدبخت، و اگه به خصوص مثلا بیام حریف مگه خیلی نوب باشه اینجوری بگم. ولی به هر حال الان نقش جنگلر بازی میکنه. پسیوش این هست که شاتگانش دو تا تیر داره و اگر هوا که شلیک میکنه 4 تا تیر میزنه، و اگر به یه غیر چمپیون بیشتر از 2 تا تیرش بخوره اون رو به عقب پرت میکنه. برای مثال الان اگه نگاه کنید من اینو میزنم این میره عقب، اول میاد جلو ما درمی. بعد عرض کنم که چی میگن یه کلن یه چیز، یعنی اعصاب خورد کنش همینه. شما در این وسط جنگ میزنید یک دوالی یه دونه چیز هم داره که یه دونه بیشتر هم میزنه، قابلیتش رو از توضیح میدم، یه تیرش رو پر میکنه و بعد اون وسط این یه لحظه ببخشید من مثل اون فیلم شبه کنجون اومینو، یعنی یه دقیقه ببخشید من تفنگم رو پر کنم، یعنی باز بدتر از اون چیز اینه که ADC یکی بود توفنگی اسم انقدر زیاد آقایت کنم. خلاصه اون 4 تا خشاب داشت، بعد یه استوپی داره، این بعد 2 تا یه دونه استوپ داره که اینش خیلی بده. نکته دیگه اگه تیرا مثلا بیشتر از یه دونهش به کسی بخوره یه دمیج اضافه تری میزنه، تو میگم خیلی روش حساب نکنیم داستانا، ولی کلن اینم در جمع باشید کیفش از یونیت نمیگذره، از کسی نمیگذره. خلاصه تا اینجا شده داشته باشیم میرسیم به کیوش. کیوش یه چیزی اینجوری شلیک میکنه، بعد یه چند لحظه دوباره منفجر میشه برمیگرده و به همه دمیج میزنه. من این بزنم که بتونیم اینا رو توس کنیم. متاسفانه چیز نداره مثل خیلی چمپیون قابلیت دوباره فعال چیز خودتون مثلا اون لحظه بزنی نداره، ولی اگه از دیوارها رد بشه خیلی، یعنی به دیوار و اینها بخوره سریع منفجر میشه، یعنی تقریبا مثلا یارو اینجاست میخواین سریع بزنید همینجا میزنید و سریع منفجر میشه چون میخوره به دیوار. این تنها چیزیه که قلقی یک مثلا داره. دبلیوش اسموک اسکرینه، کاری که میکنه دقیقا اسموک اسکرین ایجاد میکنه، یه محدوده رو اینجوری دود ایجاد میکنه. کسایی که تو اینا دیدشون محدود میشه، متاسفانه من نمیتونم نمایش بدم، بعد سرتون بیاد تو بازی تا متوجه شید، برای چند لحظه دوربر رو مثلا یه شعاع خیلی کوچیکی رو میبینید و موومن اسپید رو کند میکنه، پس طبیعتا اگه خواستید حمله کنید یک جوری حتما بزنید که طرف توی این قرار بگیره، اگه داره در میره یکم پشت سرش، اگه داره تقریبتون میکنه یکم جلوی پاش که وقتی میاد توی این موومن اسپیدش هم کم بشه. البته خب میگم نیم ثانیه همچین چیزی نیست بگیم خیلی، میگم چیزا مثلا و در نهایت میرسیم به ایش که گفتم که کاری که میکنی یک گلوله بهتون میده و یه جهشی هم داره. خیلی از کسایی که گریویز بازی میکنن به جای یکی از کاری جدیدی که میکنن به جای فلش ایگنایت برمیدارن، چرا که خود این نقش فلش رو دقیقا بازی میکنه و از اونجایی که کولدانش هم مثلا نسبت به فلش 16 ثانیه خیلی نیست، پس خیلی اینو به عنوان چیز استفاده میکنم فلش. و نکته اینجاست که این هم میتونه از یک سری دیوارها رد بشه، دیوارهای خیلی نازک و این دیوارهایی که یکم زخیمتر، این دیواری که اینجوری خیلی نازکن و اگه به اون دیوارهای زخیمتر بزنید هیچ اتفاقی نمیفته، مثلا از این چیز میتونه رد شه، دراگون پیت میتونه رد شه. و اگه تیر زده باشه ای رو که بزنه دوباره یه خشابش پر میشه، یعنی مثلا اگه دوتا تیر داره یه بیاد
اینو که بزنن یه تیرش برمیگرده. پس اینا یه مصرف دیگهش. اما این دوتا رابطه متقابلن، یعنی اوتو اتکش و ای، همونجور که ای یه دونه تیر بهش میده، تیرم که میزنه یک ثانیه اون جزو کم، ببخشید نیم ثانیه کولدان این رو کمتر میکنه. نیاز مثلا بزنم و نیاز کنی اینجا رو میدم همچین یکم کم میکنم بی خودی. و در نهایت میرسیم به آرش که تقریبا تنها چیز به درد بخورش همینه که وقتی میزنه یه چیزی رو پرتاب میکنه، گلوله رو، که دو تا چیز برای من خیلی جالب. لوله های این تفنگ رو نگاه کنین، خب اینقدر، حالا وقتی اینو میزنه این گلوله به این گندگی از کجاش در میاد؟ منظور این که خلاصه تو یعنی اونم نمیخوام اونمش به این نکتهش. وقتی که به چیز برسه این فضایی که پشت سرشه که میبینید، باز یه دمیجی هم اونجا میزنه و تو اون محدوده میدینیم بازر هم باز یه دمیجی میزنه. و گریز از اونجایی که گلوله خیلی گنده است، فشار زیاده، پرتاب میشه عقب. حالا این پرتاب شدن عقب رو خیلی با ایش یا فلش خونسا میکنه، یعنی مثلا نخواهیم پرتاب شین عقب، آره که میزنه بلافاصله ای رو باید بزنه که مثلا اون چیز رو خونسا کنه. حالا من نمیم فکرم ای و آره ببینم یه لحظه نه بازم نشد، ببینم من قبلا کار میکنم به جان خودم، یا شاید هم ببینم دبلیو نبود احیانم یه جوری خونسا میشد. قبلا یادم میاد این چیز داشت فلش که مطمئنن، ولی خب نمیخوایم فلش استفاده کنیم، چی آخه مسخره است فلش برای یه دونه چیز. ولی یادم این ایو آرش چیز بود، یعنی به جان خودم این آر میزد بعدم این ای میزد، شاید من دارم بعد میزنم ایو آر به ظاهر من نمیتونم میشنش رو کنسل کنم به هر حال. ولی اون انیمیشن چیز رو مثلا کیو اینا رو خونسا میکنه، مثلا کیو رو بزنی و یو بزنی چیز رو مثلا بای نمیسته دیگه چیز میکنه. حالا یا مثلا دبلیویش مثلا چیز میکنه، یعنی این در این حدش مثلا یادم هست که چیز رو داشت این دوتا رو میشون مثلا با هم زن. و این هم قلعه های چیزهاش بود، چیز عجب غریبی نداده میگم، و عبیدی توش هم انصاف هم بهش دردی نمیخوره، به دردی جرز میخوره نظر شخصی. و میگم مگه اینکه نوب داشته باشین تو تیم اول بازی، مثل هر چمپیون دیگه، خب اول بازی فارم زیاد کنه طبیعتا شاخ میشه، بعدش لولش میره بالا. اگر نه همینجوری یکم همچین چیزا عجب غریبی بریم نمونه بازی رو. تمام دنیا یک طرف، میس فورچونی که اسمایت فهم داشته یک طرف عزیزم، یعنی مرزهایی رو بعضی دارد میکنن که هیچ تجربه نمیکنن بیا دارم بخواد جنگل برده. من دارم این چیز رو امتحان میکنم، همون تو امیدوارم حواسم باشه که فلش ندارم و به جاش ایگنایت و هشتم همون چیزی گفتم، این دیگه قوی ترین چیزی که با گرفت میشه برداشت. و با عنوان جنگلر اولین چیزی که فعال میکنه این هست به خاطر همون تیرش و یک نفتم تبیم نخشن بلاینده تبیم من این طبیعی به خاطر اینکه مسابقات گوشتم پخشن این دفعه استثنا، البته همینجوریش اینترنت اون به هر حال، ولی این دفعه استثنا به خاطر اینکه مسابقات تماشا میکنم، مسابقات جهانی هم مثل سیس شامل جوایز، یعنی اون وسط احتمالش هست که جایزه ببرید، بنابراین حتما نگاه کنید. تا
تنها خاصیت گریف مامان جنگلر همین چیز هست که اینجوری هی میزنین و خب دمیج کمی میخواین. تازه من میگم من خیلی خوب بلد نیستم، یکی رو دیدم بازی میکرد اصلا تقریبا میشه گفت رد رو تقریبا بدون دمیج زد. بعد از این کیو رو میگیریم که دمیج اصلیمونه، برای همین اول این ماکسیموم میشه. اصلا سورپرایز نبودیم. من اشتباه کردم و چیزو میزدم دیگه، حالا زدیم اشکال نداره. من یکم دیلی دارم دیگه، یک کوچولو رو تحمل مینماییم، یک کارش نمیشه که. نه نتیجنسون بخواه منتظر این پرشه، اینو بزنیم و بعد چیزو بزنیم و بعد در نریم برگردیم تو برگردم. آخ من اینو یه مقدار حالا میگم دارم شلم شربا میدم. ای بی خاصیت چه حرکتی بود؟ اشکال نداره، هنوز اونقدر دور نشدم که اون کارو بکنم. خب من روی اینا چیزی اثر داریم؟ نه نمیدونیم. الان میزنیم تیرا رو سعی دارم میکنم جوری بزنم که به چند تا هدف بخوره. متاسفانه از چیزا چون رد نمیشه این چیزا نداریم. خب حالا با ترجمه که ایگنایت دارم یک کشت رو تجز گنگ میکردم. من میدم میتونم چیز رو بزنم، مید که کسی نیست. کم اینجا رو چیز هم بکنیم، بعد نیست سواب داره جهت تقریبا نه. شاید اینجوری آره شد. خب آره با ایگنایته، به زور ایگنایته شد، دروغ شدم. آیتم بگیریم و بعد بریم این پایینه میشد گنگ کرد کاری کم دمیج رو ترجیح میدم. خب این که رفت، اینجا هم که خبری نیست. یه دو تایی تونستی بزنش اینو؟ آره اینو شاید اوه بکلا بزن یه وات دا عجب اسبیه، اسب زمونه. من همه چیو زدم میونه دلیدشت. حالا خب مرد بشن که رفت دیده تا ببین نزد. خب مگه خب من امیدوارم که چیز نه، هی چیز نه، من میتونم اینو بزنم. زدم تو دیوار. با تشکر از پویان عزیز که اینقدر حساب شده چیز کرد. اینو بزن، داره در دیوار میزنه. اینش به درد میخوره، کلدان یک ثانیت نه به درد نمیخوره. خب نظرتون چیه که بریم یه گنگ دیگه بزنیم؟ بعد اگه کربو دیدم اول کربو میزنم. نه اولش ریختم وسط. منظورم مجلس گرمی نه، منظور این که وسط مپ ریختم وسط. یه موقع
همین هم مونده بیان به جرم فساد بگیرن. خدا من گیمریم. خب اون حرکت تکم چیز بود. من چه حرکتی بود زدم؟ آقا اینو بزنه. خب شما داشت چی میگفتی یه لحظه اجازه من یه چیز متوجه نشدم. این دو خب این تو این محدوده نمید باش جنگید. چرا در رفتی میامدی کارت داشتم داشتم میزدم ات. بیتر به چه وقت در رفتن بود؟ خب حالا ببین این وقت در رفتن الان رو ریسکم کنم چونم کمه به این یه رو هم اعتباری نیست. خب بیا ناز نکن بیا امید و فردا تو مجبوری زاغارت ببخشید میگم مجبورم میگم من چرا این بری زدم منم دارم شوت میزنم همچین منم دارم بس خودم شنبیک شنبی چیزایی میزنم در رو در رو در رو بعد خیلی بعد خیلی بعد در رو دیلی بی تصویر نیست ولی این اینقدر بسان تانک هم مثلا به ساعت بعدی اتمالا تراندل یا گراکاس خواهد بود دوستی دیدم این شدم افتاد یکم سرعت یکم دمیج و یه دنه یه دمیج بگیرم باید برم اینی که استفاده نمی کنیم یه دنه یه دمیج اینجا رو What the یعنی یه دونه نزده بودیش یک دونه به اینجا این رو بزنیم همه کار دارم کنیم جنگل وقت نمیشنید تو زدن اینا بد نیست خالی ازاد نیست عقب نیستم ولی ترجیح میدادم که مثل تو آدمی زاد جنگل بازی کنم. خب اول اینو بزنیم اینجا بعد بیایم اینو بزنیم بعد اینو بزنیم. خب یادم نبود که فلش ندارم ایگنایت زدم تو سرش دقیقا همون نکته ای که گفتم و خب خوب بود در کل نزوش داشت. اصلا کیوشو نمیتونم آدم حساب کنم. اتک اسپیدش خوبیش اینه که خوب میره بالا یعنی هم جان همیم این چیز عجبه توی موزی زیاده دقیقا چون من فارم زیاد کردم الان این مقدار توست شدم دیگه شاخ شدم این چیز عجیبی نمیزنم کار عجیبی نمی کنم اصلا بریم سراغ این یکم کلدنش رو بیاریم پر ما توجه بین که ما خوب داریم میزنیم مثلا دیدش الان چیز شد من نمیده. خب من پشت این گیر کردم کمک من اینجا گیر کردم کمک شما چه در میرین من دارم میمیرم What the okay. دم بیس یه دل میگه برم برم یه دلم میگه نرم نرم نمیرم جادی من روی تو بزنیم نه جدا نه جدا نه جدا نه جدا ای بزنیم اینجا من رو نمیدونم اونجوری میشه چرا برمیگرده عقب کلا من
چمپیون تو کت هم نمیده اصلا این چیز مرخز لفیه. نمیتونه یه جوری بزنی دوتاشو میانی چهار تا تیر میزنی یه دونش بود چکار میکنیم میدونش هفت جونم اسوس یکی نیاد میتونم بزنم و ای تو رو حتما میتونم بزنم اصلا با اولتم چقدر دمیج داره الان 317 تو چقدر جون داری 400 خورده ای خب اگه اینو بزنم اولتمش نخ برد متاسفانه شدم شروعه جوری زدم خب شما بگین خیلی با مهارت بود با اسکیل بالا بود همه زدم خلاصه مرد مثلا بعضی تو بیلیارد مثلا یعنی هوا شد میزنه شلم شور به میزنه چهار تا توپ هم میره توی سوراخ دیگه. خب بریم اینجا تابه رو تر انداختم این میتونیم کارش کنیم نجاتش بدیم تابه رو گلد کمتر به تیم دشمن بزن گلد کمتر زندگی بهتر این گلد کمتر برای زندگی بهتر برای ما خوشحالم که البته چیزه مسئولین این سرزمین مثل مسئولین ما نیستن اصلا اینا میگفت زدن تابر جشن ملی ماست اصلا نمیشه چیزی حالا عقل و جون و خلاصا رویه بازی رو معکوس میکنیم شروع میکنیم تابر زدن من این کولدن رو خیلی چیزم یه دو سنگی نزم این یه درد نم من نیم ثانیه مثلا من نمیدونم این مثلا میزنه یا رو قرار نتونه بزنه ولی معمولا طرف شما رو دیده که دارین از کدوم ورمی قضیه چیز هست یارو و دوستم اشهدیش داشته میرفته مهمونی و میگه که ببین در زدی پرسیدن کیه نگو مایوم اینجا بی کلاسیه خب بگو منم میگه نگو مایوم خب در رو با میکنه میبینه که مایوم اما داستان اونه کور که نیست میبینه که من دارم اونجا خب میتونی تابه رو بزنی بعد ببینیم نایفش میدارم غم هم نیست ایوه به طرز عجیبی ما موفق شدیم که اولین تاور رو بزنیم روند بازی نباید اینجوری میشد قاعدتا تمام الان میان تاور رو میزنن چون منم اینجا وای نمیسم بیکارم یه خودم به همه فارم کنم یه دونه چیز رو بگیریم ولی دیفنس بگیریم چون رایزا مشکنش های طول لین بالا بدون آرمور خیلی وزم خراب بودو بودو خب اف و دیمون هم میتونیم سرش بزنیم این های تو اسمایتمون رو یک خب یا اوف این با این شیوه دیگه اوج کمبوی من این بود دیگه الان مثلا مشکل تو اونجا من تاور بزنم کیو تا اتک میزنین بعد کیو رو بعد دمیدیو رو بعد دوباره ایو میزنین که گولتون هم بیاد بعد تاورمون رو زدن اه سلام چطوری؟ کجا؟ 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 بیایم از پشت سر حمله کنیم مثل آمریکا که ما هرچه با آمریکا بیشتر پشت میکنیم آمریکا تجاوز شما رو بیشتر میکنه
چنین میذارم. باید خب بریم یکم پول بگیریم. اینجا وای میسن این جنبه نداری و در میره. این پرسیم به من جنگله چرا دراگون نمیری بزنی؟ بخاطر اینکه وقت نمیکنم. همش دارم جای همه چیز میدم، دفاع و همه چی دارم میدم. بعد میام دراگون میزنم. سه چهار تا رفتن جلو. میام دراگون بیش کدوم تو هم کار ندارم. بعد میام ایتم میگیرم. بری چند من بازی اونها رو میبینم. یا اصلا این نکته بگم، این میخواین تمرین کنین حتما تو شرایط واقعی تمرین کنین، نکه میاد مثلا تو پرکتیس و بعد با لیول پر میرن با تا لیول یکن یا آیتماشون رو پر میگیرن، شرایط واقعی محسوب نمیشه. میتونیم اینجا هم خب من الان فوز همه چی دارم، میتونم یک کارایی بکنم. الان اونا هم همه کار میتونه بکنه. بنابراین خب همه تو بیه اینجا باید کار رم تو اینو بگی، بعد اینم بگی. خب تراندل وسطه، میگم سر وقت تراندل، چون اینو دوتا الان خوش هم نمیه. دوتا دو به یک فاصله زیادی هم دارن تا بیسون، ولی این نزدیک تا برمونه. اولا که اولا خب باید بیم آیتم 4000 تا پول دارم، بیم آیتم بگیرم بیام وابستگانشون عروض کنیم. حرف بدی نیست. امر خیر حرف بدیم. راستی از این به بعد تو ویدیو هم صداهای عجیب غریبی ممکنه شنیده بشه. در جمع باشیم که خونه هم چیز نشده، جن زده نشده. بعد همونجور که توی یکی از ویدیوها گفتم یه گربه خاص اینجا رو با زایشگاه اشتباه گرفته بود. من توی من یه دونه که چند کنم 4 تا بچه گربه زایده و اینها هم خب کلا گربه است دیگه، نمیتونه. یعنی این مریضی تو گربه ها هست که مثلا همه چی رو باید بندازن جا به جا کنن. مثلا چند روز پیش میخواستم جنگه بیارم دیگه، میدم شبا در پوش چا میفتی گوشه حیات اجنن چه من معلوم شد یکی از این هست دوست داره درپشو چه رو در بیاد بندازیم برمونه. من از شوخی برشته دادم مثل اینکه سوسکامو تو رامین کنجکاویش چیز میشه. باید ایرادش اینه که اینجوری حواس هم نیست فلش ندارم، هی دارم ایگنایت رو به جایی چیز میزنم. یه ویژه زدتون تمامش کنیم. یه صافا این دقت که من هیچ حرکت خاصی نزنم، فقط هم اوتو اتک میزنم و طبق ابلیتی ها میاد یه ابلیتی تو سرشو میزنم. گرفت چیز عجیبی نداره، چیز خاصی نداره. خب میزنم بزنم
با این روندی که من میبینم هم بازی به صورت ابجکتیوی تموم کنیم خیلی چیزترین سنگینترین. حتی شاید دوستان یه حرکاتی بکنن. نه چی؟ طوری که دیگه میتونم بزنم. چی زد؟ کجا زد؟ چرا زد؟ الان گریو فول آیتم لول 15 داریم. مثلا فکر میکنم میتونه بارون بزنه، مثلا مستری یا اینا سیریس نسن جوکن اشو قشیر کنم میتونه بزنه، نمیدونم، هیچ ایده ای ندارم. من تا حالا نیدم. جمیتون کوه اصلا تمامش کنی یا سلام سرف سلام هنه. اونش خیلی بده، همین رو به این توشم میخواستیم که یه وقت من لیول 16 باشم از مردم تا بیدنی بعدی روز دارم. خیلی خدا نگهدار.